بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران صدق الله العظيم بیننده و شنونده برنامه آیتش در صبح خورشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستم باز هم عبدالبشیر سیرت در خدمت شما هستم. امیدوارم صبح به خوبی آغاز کرده باشین و تا پایان روز خوشی ها از آن همه ما و شما باشه و امیدوارم چهره ها از غم بدور باشه و تمنا میبرم که حادثه امروز که تقریبا حوالی ساعت 8:25 اتفاق افتاد در چاره انصاری، چون من داخل استودیو بودم خبر بیشتر در دست ندارم. امیدوارم که هموطنای ما از شر و از آفتش در امان بوده باشه و خداوند حوادث بخیر بگذرانه. جناب استاد لطف الله حق پرست، رئیس تقرر ترفیعات و انفکاک وزارت تحصیلات عالی و استاد دانشگاه مهمان ما هستند و با ما در استودیو. خیلی ها خوش آمدین جناب استاد. تشکر میکنم از دعوتون. من به نوبه اظهار تسلیت میکنم به همه خانواده و به همه مردم عزیز افغانستان، مردمی که واقعا به آفت ها هر روز دچار هستند. خداوند دامنی آفت از سرزمین افغانستان به لطف عنایتش با آب رحمتش شستشو بکنه و ضمن روزهای رمضان مبارک به همه مردم افغانستان من تبریک میگم. روزهای نیک مبارک باشه و روزهای طاعت و بندگی، توفیق عبادت و بندگی خدا و عنایت بفرمایید. شما با سلامت. تشکر. کمی از نظر روانی حادثه روز، حادثه صبح نارام ساخته، خداوند اتفاق آخرین اتفاق داشته باشد. خب بحثی را که با جناب استاد در میان میگذاریم تا فرصتی که با ما هست در ارتباط به فضیلت ماه مبارک رمضان و در حاشیه بس هم شرایط داشتن یک روزی خوب هست، یعنی کدام شرایط در نظر داشته باشیم تا بهترین روزه از ما باشه و پذیرفته شده به درگاه حق. خب در ارتباط با فضیلت ماه مبارک رمضان کوتاه است زبان شما پیش نمی فرمایید جناب استاد. جزاکم الله خیرا. باب فضیلت است، چون ما ماه فضیلت است، ماه فیض است، ماه رحمت است، ماه است که دروازه های رحمت الهی برای بندگانش باز است، ماهی که دروازه های جنت باز است. هرگاه این دروازه ها باز شد تا ختم ماه مبارک رمضان دروازه ها مسدود نمیشه، دروازه ها برای ما باز است و هرگاه خداوند متعال در اوائل رمضان در شبهای اول به هر بندی از بندگانش به نظر رحمت نگاه کرد، مگر این رحمت شامل حالش میشه و دروازه های بهشت براش باز میشه و دروازه های جهنم بسته میشه. بنان بدون شک ماهی است که از نقطه نظر فضیلت یک فضیلت بزرگش امی است که یعنی دستور عمل زندگی بر ما در امی ما نازل شده که شهر رمضان الذي انزل فيه القران، ماء رمضان ماء نزول القران است، ماء است که ما به قران عمل بکنیم و به دستورات و فرمایشات قران خودم من ایس یک مسلمان صادق مؤمن عامل بسازیم و از امی فیوزات استفاده بکنیم و ماء که یعنی ما گناه های طول یک سال ما از پیش ما که سر زده خداوند متعال به لطف عنایتش با آب رحمتش با ما دریای رحمتش شستشو میکنه و ما رو یک آدم سالم از آلت بهیمیت و از آلت چارپایی و از آلت که انسان واقعا یک معجون و مرکب از بهیمیت و ملکوتیت است، انسان میره از صفات حیوانی به طرف صفات انسانی میره و از صفات انسانی به صفات ملکوتی میره. انسان بدون شک مثل که ملک نمیخوره، نمینوشه و ضمن از خواب خور نداره و مسائل غرائز نفسی و شهوانی نداره و ضمن نمی خوابه. ما فکر میکنم ما مبارک رمضان هر انسان مؤمنه در ایما فقط امو صفت ملکوتی رو نصیبش میکنن که واقعا این فضیلت بزرگ. شما با سلامت. تشکر. استاد گرامی، ما در جریان روزی ماه مبارک رمضان 16 تا 17 ساعت تمام از فرد روش و مواردی که من شده دوری میکنه یک انسان روزدار، اما در کنار ازی کدام نکات در نظر داشته باشد تا بیشترین ثواب داشته باشد و روزیش در پیشگاه خداوند جل جلاله پذیرفته شده باشد؟ قبل از شروع برنامه حدیثی را با شما در میان گذاشتم که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میفرماید که من لم یدع قول الزوری و العمل به فلیس لله حاجه فی ان یضع طعامه و شرابه. خب این دی ارتباط میخوایم از زبان شما بیشتر بشنیم تا ما متوجه مسئولیت های خودش بشیم. بدون شک حدیثی را که شما قرائت کنید، حدیث صحیح البخاری شریف است
حدیث است که راوی از حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه است و عمت حضرت سردار مدینه صلی الله علیه و سلم و کان خیلی زیبا فرمودن که اگر یعنی کسی قول زور یعنی مسئله دروغ بافی کذب غیبت و در قول زور چون این صیغه صیغه معرفه نیست به صیغه نکره آمده یعنی تمام اعمال که یعنی از یک مسلمان زشت است چی از چشمش چی از زبانش چی از گوشش چی از دستش چی از پایش و چی از مغزش چی از دلش یعنی از تمام جوارح از اگر وقت صادر میشه و خداوند متعال و زبان حبیبش بدون شک این حدیث قول پروردگار عالم است درست است که ما میگیم حدیث قول نبی صلی الله علیه و سلم است لیکن صریح آیات قرآن که پیغمبر هیچگاه از خود چیزی نگفته و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى آن چیزی که پیغمبر گفته وحی است لیکن وحی بالمعنا است آن چیزی که قرآن است وحی باللفظ است پیغمبر با الفاظ خودش تکلم کرده بر ما بیان میکنه حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم گفتن که یعنی خداوند حاجت نداره نیاز نداره به ای که ما یعنی خوردن و نوشیدن ترک بگوییم و ما بریم مثال با ترک کردن خوردن و نوشیدن ما زبان خود را کنترل نکنیم ما چشم خود را کنترل نکنیم ما گوش خود را کنترل نکنیم ما افکار خود را کنترل نکنیم ما دست پای خود را کنترل نکنیم طبیعی است که نبی معظم صلی الله علیه و سلم گفته یعنی بیشتر یعنی علما به این فکر هستند که یعنی اونا میگن که هیچ روزه نگیریم مردم نیاز به روزه گرفتن چیز چون خداوند نیاز نداره به روزه ما شما ما روزه میگیریم زبان ما اذیت آزار میکنه مردم چشم ما آزار میده مردم دست ما آزار میده پای ما آزار میده گوش ما آزار میده مردم یعنی به تمام معنا ما روزه دار نیستیم روزه دار نیستیم لیکن بعض علما میگن که روزه میشه لیکن کمال روزه از دست آدم رفت روزی که بسیار مخشوش است روزی که خیلی تاریک است روزه شد لیکن روزه زی وقتی مثال غیبت میکنه وقتی دو دشنان مطمئن میده وقتی که یعنی دست و پا و چشم جواری روزه نمیباشه گویا روزه زی یعنی روزه کامل نیست لیکن بعض علما میگه نه همی که کسی دست به همی اعمال میزنه اصلا میگه خداوند بعض علما میگه که هیچ نیاز به این روزه گرفتن مثل مجاهد مثل علامه بزرگ ما امام سوری مبارک ابو عبیده سلمانی مبارک اینا میگن که هیچ خدا نیاز نداره هیچ ضرورت نداره به ای که تو این رقم روزه میگیری و ما بدبختانه میبینیم که در ماه مبارک رمضان بعض دوستای ما در خانواده خود بسیار بدخلاقی میکنن تلقی میکنن با خانواده خود با خانم خود با اولاد خود خشن میشن محیط کار خود در اداره خود بسیار ناجایز اعمال و حرکات و گپا و سخنها با زشتی با مردم با هر کس یعنی با یک تندی برخورد میکنه که یعنی سزاوار یک مسلمان نیست و در اینجا بدبختانه قضاوت مردم ما در رابطه به این قضیه طور است که میگه روزدار است در حالی که رسول کریم صلی الله علیه و سلم یعنی صریح در جایی میفرماید که هرگاه کسی شما را دو دشنام داره و با شما اذیت خلق کرد شما بگو این نیسای ما من روزه دار هستم باز بگو این نیسای ما این طبیعی است که یعنی من روزه دار هستم اما آدم خجل میشه شما یقین بکنید این حدیث پیغمبر انسان وقتی عمل بکنه واقعا این میبینه که حدیث پیغمبر یک جوهر است حدیث پیغمبر واقعا یعنی یک حکمت بلند در خود داره و در این حکمت بزرگ نفته است شرافت مندانه یکی از وقتا آمد در ماه رمضان کسی ما در مسیر سرک بودم با بایسکل آمد و بسیار اما تو با شدت ای با ما تکر برخورد کرد ای تکر کرد ما بلند شدم سعی کردم دیدیم که آدم احساساتی ای است در حالی که اشتباه این مردم اما تو بخاطر از اینکه پنهان بکنه اشتباه خود حالا بدبختانه جامعه ما تو است یک کسی بخاطر از اینکه خود خوب نشان بده به خاطر از اینکه اشتباه خود پنهان بکنه قبل از اینکه طرف مقابل یعنی او عکس العمل نشان بده این جدی عکس العمل نشان میده که دیگر طرف مقابل چیز نتونه من سعی کردم دیدم که موقعی است که آدم یعنی زد و خورد بکنه من گفتم بسیار با متندی صحبت میکرد
ما گفتم این می ساعیم من روزه دار هستم. باور کن که میادن مثل که سر می سر آتش آب بیفته آب بریزی مثل که سر کروت همی آب جوش بریزه. یک بار این شارید یادم سمان سعی کرد که والا یادم خوب چطوری تو یک گپ زد. من دیدم که اصلا حکمت در امو حدیث پیغمبر بود که رسول کریم اگر ما اقوالش در اینمی برهی بسیار پیش تند تاریخی که ما قرار داریم که هر لحظه شما فکر کنید در ماه مبارک رمضان این لحظه چقدر مسلمان ها یعنی ایجا گوشت هایش پارچه پارچه شد وجودشان تکه تکه شد. آیا در ماه رمضان چی که در کدام مقطعی از حیات بشر آیا جواز داره که ریختاندن خون یک مسلمان مومن و بخصوص در ماه مبارک رمضان که همگی روزه بدهن است همگی به نیت از به خاطر اصول رزق حلال روان هستند که جای مثال وظیفه داره مامور است یا کارگر است یا بالاخره یک مزدور کار است این بیچاره که نه از خانوادهش خود جدا میشه زن و فرزندش به امید از این است که در افطاری سر دسترخوان ما این میشینه لیکن این دیگه پارچه های گوشتش برش میرسه. شما به سلامت تشکر. بیننده و شنونده برنامه آیت هشت در صبح خورشید هستید. موضوع بحث ما فضایل ماه مبارک رمضان و دقت تمام در روزه، یعنی به این معنا که خدای نخواسته از اعمال که روزه را نفی میکنه و ثوابش را کم میکنه و نظر به حدیثی که مخدوم جناب استاد تشریح دادن از او خودداری کنیم. خوب نکته را شما جناب استاد در لابلای صحبتهایتان گفتین. زمانی که ما با ناهنجاری اخلاقی برمیخوریم امی پیام باید ورد زبان ما باشه که اینی صائم من روزدار هستم. اما ما از نظر اخلاقی چطور میتونیم که امی مورد در فرد روزدار یا در وجود خود از خود اول آغاز کنیم آدینه بسازیم و در وجود خود نهادینه شد و بله و بالاخره خود ما الگوی اخلاق باشیم تا سبب شود که دیگرها هم موارد اخلاقی را در ماه مبارک رمضان در نظر داشته باشند. بدون شک ما رمضان وقت ما اول امو نیت راست بکنیم. بله. هر چیز یک تدبیر داره، باید تدبیر آغاز بکنیم. واقعا ما احساس بکنیم که ما یک فرد روزدار هستیم. اول خود ما در وجود ما اید احساس بکنیم که ما روزداریم و روزه یک آلت است که انسان از اون آلت که ما به انعراف رفته بودیم ما را پس از مسیری که مثال به اشتباه رفته بودیم ما را سرخط پس دوباره استوار می‌سازه و ما را استقامت میده. ما دوم از این ما میتونیم که از استفاده بکنیم از احادیث به هر بار پیامبر صلی الله علیه و سلم از سیرت سلف صالحین استفاده بکنیم و بالاخره ما احساس بکنیم که در ایما ما با گرفتن روزه تمام معصیت ها و گناه های ما کلش تلافی میشه. یک بهانه را پروردگار به ما عنایت کرده و بالاخره با اینمی بهانه فکر بکنیم که اشتباهات ما یکی پای دیگر محو میشه و برای ما این احساس بده که ما واقعا یعنی روزه ما یک روزه باشه که خیلی منور و نورانی باشه. و شما فکر بکنید در ماه مبارک رمضان این پیغمبر میگه که فانه وجاع خود اینمی روزه که در حقیقت یعنی یک وجاع است یعنی شکننده است و شکننده شهوت. از ذات رسول کریم صلی الله علیه و آله یک صحابه به نام عبدالله حکایت میکنه، این هم حدیث بخاری است، میگه یک روز ما در محضر رسول کریم صلی الله علیه و سلم حضور داشتیم. سردار مدینه صلی الله علیه و سلم برفشانی کردن و گفتن که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباع، ای گروهی از جوانا تا حد اعظمی کوشش بکنید که اگر توان دارین ازدواج بکنید، بله نکاح بکنید. اگر شما توان از این داشتین پس شما فعلیکم بالصوم و شما روزه است، فانه وجاء روزه وجاء است. شما بسلامت برمیگردیم با شما جناب استاد. یک وقفی کوتاه و بعدش صحبت ها رو با جناب استاد ادامه میدیم. تمنای همراهی کنم. خوش آمدید. ادامه برنامه آیت عشق در صبح خورشید بینده است. دوستان عزیز صفحه فیسبوک برنامه های اسلامی ما با 24400 چند لایک در خدمت شما هست. ختم هر برنامه اسلامی برنامه را انشاءالله در صفحه فیسبوک آپلود میکنیم. جناب استاد حق پرست مهمان ما هستن و با ما در استودیو. خب جناب استاد نکته را که شما گفتین که حدیث از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم تا
توضیح دادین که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم به خاطر دفع شهوت یک راه را روزه پیشنهاد کردن. درست است ما در ماه مبارک رمضان همچنان که شما در لا بالای صحبتهایتان اشاراتی داشتین از خوردن دوری میکنیم، از نوشیدن و طبعا این سبب میشه که شهوت هم از وجود یک انسان به اصطلاح کاسته شود. اما چیزی که بسیار مهم هست، چنان که شما در لابلای صحبتهایتان گفتین، ما کم حوصله میشیم، ما زبان خود نگاه کرده نمیتونیم، ما شاید چشم ما به طرف برا که امو ثوابی که برای فرد روزه دار داده شده از او ثواب کاسته شود. یعنی از نظر روانی ما چطور میتونیم که این موارد در وجود خود تقویت ببخشیم تا مثلا چشم ما به طرف بیراه نره، از زبان ما به انحراف نره و بالاخره وجود ما در کل روزه داشته باشه؟ بفرمایید. تشکر از سوالتون. بدون شک همین که در محادیث آمده انه جاء، یعنی شکننده است، مبدی معاصی که از شهوت است. بله، مبدی معاصی از شهوت است، مبنا و اساس گناه ها، هر گناهی است. شهوت تنها مسائل اشباع نفس از مسائل چیز نیست، بلکه ام خواهش ما خواهشات هستی، یعنی خواهشات خود شهوت هست. بله، یعنی مبدیش چون شهوت یک محوری است که از اینمی سرچشمه میگرد هر معاصی، هر گناه. و ما وقت مثال گفت خواهش بر ما پیدا میشه، خواهش نفس ماست، ما به نفس خود عمل میکنیم، به خواهشات مثال می غرور خود عمل میکنیم و ما میبینیم که یعنی چون مبدع میشد گناه اساس میشد. اگر این مهار میشه، این مشکنه، شکننده میشه. وقتی که مشکنه انسان میره به طرف مثال سالم شدن. و ضمن رو ما فکر بکنیم که یعنی در این ما از نقطه نظر روانی خود ما تطمیع بکنیم، گویا فکر بکنیم که یک تسبیح در این روز چی فضیلت داره. یک نفس کشیدن، حدیث پیغمبر رحمت الله است که میگه هر نفسی که مومن ما نفس میکشیم، هیچ گپ دیگه نداره، نه تسبیح میگیم، نه تکبیر میگیم، نه تحلیل میگیم و ما نه تمحید میگیم، فقط همین نه تلاوت میکنیم، نه نماز میخونیم. همین که روزدار نفس میکشه، نفسش فضیلت تسبیح و تحلیل و تکبیر است. اما شاید در فکر گناه اگر نباشه شما طبیعی است. بله، این روزدار باید روزدار. اگر یک آدمی که در او دور از مجلس ما دهن و زبان از او ملوث با شراب و با فسق و فساد و گناه باشه، یک آدم مثال بزار. من از جناب استاد که من منظور می بود که مثلا ما روزه می گیریم اما خدای نخواست فکر ما به طرف ضرر رساندن به یک کس هست. این نکته می خواستم ما حولش اشاره کنم. واقعا روزه با تمام معنا روزه باشه که ما جسما و روحا از نقطه نظر حسی و از نقطه نظر معنوی اگر واقعا ما روزه داشته باشیم، طبیعی است که برای مسلمان این میگه یک تلقینش میکنه. کبرا در ما این مبارک رمضان، ما که تنها روزه هستیم، چشم ما، زبان ما، گوش ما، کل از مسئول است، کل از یا مسئول است. آیات قرآن میگه که اما اینا مسئول هستن در برابر الله جل جلاله و ما خود تلقین بکنیم. شما فکر بود در برابر یعنی هر روز روزه دار 70,000 ملک برای یک روزه دار طلب استغفار و گناهش میکنه. 70,000 ملک، این گپ ساده نیست که مثال ما میگیم که ما این مبارک رمضان که آمد ای یعنی در حقیقت مکفرات ما بین امید دو تا رمضانی که مثال از این رمضان تا دیگر رمضان اشتباهات صورت میگیره، از این نماز جمعه تا دیگر نماز جمعه، از این نماز تا دیگر نماز، اینا در ما بین اشتباهات که صورت میگیره، ای در ما این مبارک رمضان ما یک سال است که گناه میکنیم. لیکن اینا متوجه باشیم که ما اگر رشوت خورده باشیم ما خدا نمیبخشه. یکی حقوق الله هست، یکی حقوق العبد هست. اما در متن حدیث که ما داریم جناب استاد میره بار بار میخوانم در برنامه که من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم. دیگه قید شرطی در کنار واژه های حدیث نمیشه. بدون شک ما در حدیث صریح ذکر است، در ایجا مثال یعنی نیاز بر ای است که شرح حدیث قرآن هم میگه اقیم الصلاة. اگر مرا شما در نماز نشان بده که قرآن بر تو گفته باشه که نماز پنج وقت نماز، نماز صبح است، شام است، گفتن با این ایکل که دو رکات سنت، دو رکات فرض، باز این در رکات، باز این چهارش فرض، این خفتن، این رقم، این حدیث هم امنتو مثال در ایجی آمده که یعنی من سام رمضان ایمانا به احتسابا غفر له ما تقبل من ذنبه. این گناهایی که قبلا صورت داده، لیکن در ایجی گناه ها تفکیک میشه. گناهی که یعنی تعلق به خود ما داره، یکی گناهایی است که متعدی است و گناه متعدی که بر حریم دیگر ها کل المسلم بر المسلم حرام، و هر چیز مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است و دمه و خون مسلمان حرام است
و ماله مال مسلمان حرام است و عرضه آبروی مسلمان اینا تو خدای ناخواسته به خون مردم تجاوز کردی، خون مردم را ریختندی، مال مردم را تاراج کردی و حریم حزت و آبروی مردم را شکستندی. فرصت اندک هست جناب استاد در حد 30 ثانیه، ما چطور میتونیم خوبترین روزه را داشته باشیم که روزه در پیشگاه پروردگار پذیرفته شده باشیم؟ بسیار کوتاه. بهترین روزه همون روزه است که ما با تمام معنا روزه دار باشیم، یعنی تنها از خوردن نوشیدن و مسئله جماع کردن که امساک است، نه خود یعنی صوم به معنی امساک، امساک یعنی بازنگهداری خودداری نفس از مفترات ثلاثه و اکل و شرب و جماع. لیکن این قول معنا در معنای تو است که هر آن چیزی که نفس به او تمایل داره که او ما را به معصیت میکشونه و ما باید از او اجتناب بکنیم، امساک بکنیم، این بهترین روش. تشکر جناب استاد، افتخار بخشیدین که زحمت کشیدین. شما به سلامت. تشکر، استفاده بردیم. تا ساعت 5 که با تقدیم برنامه حج در خدمت شما قرار میگیریم و بعدش تا ساعت 6:30 با تقدیم برنامه شهر رمضان در خدمت شما هستیم. شما را با خداوند یک تا سپرده. الان نگهدار.